السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت همه خواهران برادران مسلمان و امید هم تان جور صحت سلامت باشین. در مورد چیزی که ما میخوایم صحبت کنم، سوال یک برادر ما است که از ما چندین سوال پرسیدن و اینها از یک ما میایم در ویدیوهای خود صحبت میکنم و یا میایم در مورد یک چیز گپ بزنم فکر کنم اینها خوش نیستن. به این سبب همیشه در ویدیوهای ما کوشش کردم سوالات را بپرسم که من جوابای سوالا را به اونا ندادم، چرا که یک روز پستی از استاد بزرگوار احمد عارفی حفظ الله را من خواندم که گفته بود هیچ وقت بانزانه احمق بس نکن و من خوش ندارم با هر انسان حالا بس کنم. بنان من خواستم در این ویدیو سر از چند سوال صحبت کنم و باید خواهرها و برادرای ما آگاه باشن. اول گفتن یک کشوری که زندگی میکنی های ایجابت برد مشکل ایجاد نمیکنه، نه خیر نه. الحمدلله ما در کشوری که زندگی میکنم کشور ملتی کلچر است، در حجاب فرهنگ هیچ کس کار نداره. باز اگر کار داشته باشن ملک پروردگار کلان است، ما میتونیم در کشور دیگه بریم زندگی کنیم دیگه. و فعلا همه مسلمانایی که در کشور هستن اونا الحمدلله خوش هستن، می حجاب اسلامیشان مراعات میکنن. اگر انسان خودش بخواد حجاب خود مراعات کنه در کشوری که باشه و کشورها کدام مشکل نمی داشته باشن. و بعضی کشورهایی که هستن بایزود اسلام هستن میتونن از او کشورها کوچ کنن برن در کشور دیگه هجرت کنن. و دیگه ای که گفته در بعضی ویدیوهای ما کمان میگذنه که خود یعنی صحبت میکنی بچان فقیر کمک کردی، ای که ما بچان فقیر کمک کردیم یا کمک میکنم یا کمک نکردیم این مربوط خودم میشه و الله سبحانه و تعالی از دلهای ما آگاه است. اگر ما توان داشته باشیم به فقیر کمک میکنیم، ضرورت به این نداریم که ما ثبوت بگیریم، ویدیو بگیریم، بیاییم به مردم نشان بدیم و نشر کنیم که من به پنج فقیر کمک کردم، به شش فقیر کمک کردم دیگه. ای اگر بعضی انسان هم به خاطر تشویق دیگرها این کار را میکنن، خداوند پاک از دلهایشان آگاست. لیکن ما خوش ندارم که امیره بیاییم به مردم به ثبوت برسانم که ما به این مردم ها کمک کردیم یا کمک میکنیم دیگه. ای که میکنیم نمیکنیم بین خود ما پروردگار میباشه دیگه. اگر میکنیم هم خداوند خودش قبول مقبول بگردانه و ما نمیخواهیم ریا کنیم به مردم نشان بدیم دیگه. گفته نقاب که میکنی مردم فکر میکنن مربوط کدام گروه هستی، یعنی بدون نقاب باید در ویدیوهای ظاهر شوی. اولا ما باید عرض کنم امروز تک تک ما مسئولیت داریم. اگر علم دین داریم باید اونمو علم بیاییم به مردم برسانیم. اگر علم دین نداریم میتونیم ویدیوهای علما، ویدیوهای دعوتگرایی که خدمت میکنن به دین مقدس اسلام، تمام از اینا رو نشر کنیم و مردم ما رو باید ما روز به روز آگاه بسازیم تا ایشان از دینشان آگاه شون. وقتی که ما مسلمان هستیم، وقتی که تو خلیفه خدا در روی زمین هستی، تو باید رسالت خود انجام بدی، رسالت خود انجام بدی، تبلیغ دین کنی، خدمت به دین کنی و دین اسلام رو به مردم برسن. چرا که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده از طرف ما برسانین ولو که یک آیت باشه. پس در این صورت ما مسئولیت دارم که با همین نقاب خود ما بیایم ظاهر شوم، آن چیزی که در مورد دین خواندیم، چند کلمه که در مورد دین میفهمم باید به خواهران و برادران خود برسانم. اگر تو خودم مسلمان میگیری میگی من مسلمان هستم، تو هم وظیفه داری باید بیایی دین به مردم برسانی. اگر یک کلمه هم در مورد دین میفهمی اونم کلمه را باید به یک برادر خواهرت که در گمراهی است این وظیفه است تو را آگاه بسازی و برسانی. لیکن اگر تو جرات نداری، اگر تو ترسوستی، اگر تو نمیخوایی که به دین خدمت کنی، میگه هر کس دلش یا بی‌تفاوت هستی در مقابل دین، یا فقط به نام مسلمان هستی یا فقط مسلمان تذکره هستی، بنابراین مربوط خودت میشه. من ترسو نیستم، من مسلمان تذکره نیستم، من میخوایم چند کلمه که در مورد دین ما خواندیم میفهم، چیزی که در مورد دین خود میفهمم، معلومات دارم، میخوایم اونمو را با اینمی نقاب خود ظاهر شوم با مردم ما برسانم. وقتی که ما با اینمی نقاب ظاهر میشم، اینمی وظیفه خود را میخوایم انجام بدم، مشکل خودت چیست؟ و ما از خود سوالم نکردیم که آیا تو خوش هستی یا نیستی که ما با این نقاب بیاییم. اگر خودت خوش نیستی ویدوها رو نبی، چینل های مزخرفات دیگر خب بسیار زیاد است، میتونی دو چینل تشریف بری، میتونی بر رقاصه ها، بر هنرمند ها کمنت های تشویقی بدی، آنها رو تشویق کنی. و وظیفه ما که است به خاطر الله سبحانه و تعالی است، وظیفه ما که است به خاطر مردم نیست.
وقتی که تو خوش نمیشی، شیطان هم خوش نمیشه، انسان های اسلام ستیز هم خوش نمیشه، انسان های سکولار هم خوش نمیشه. پس ما نمیشه به خاطر از اینکه شیطان خوش نشه، به خاطر از اینکه چهار تا انسان های دیگر خوش نشه، ما توقف بدیم دعوت خدا و ما کوشش کنیم که خواست خوشی بنده را بطلبیم. ما وقتی که قدم گذاشتیم، وقتی که قدم میگذاریم، میگم حرکت ما به نام الله سبحانه و تعالی است و الله سبحانه و تعالی همراه ما باشه، یاری ما کنه، از ما راضی باشه. ما قبلا هم در ویدیوی قبلی گفتم به ما رضایت مردم مهم نیست. گفتم علما وقتی که تبلیغ میکنن، دعوت میکنن، نمیگن مردم از ما راضی باشه، نمیگن که ما محبوب مردم باشیم، نمیگن که ما در دل مردم جا داشته باشیم، میگن که الله سبحانه و تعالی از ما راضی باشه، الله سبحانه و تعالی قبول مقبول بگردانه، الله سبحانه و تعالی اجر نصیب ما کنه. باز وقت کسی را که خداوند پاک دوست داشت، باز محبت از او را، مهر از او را در دل ملائکه، در دل دیگر مردم نیست میندازه. بنابراین ما باید طوری زندگی کنیم که الله سبحانه و تعالی ما را لایک کنه، الله سبحانه و تعالی ما را خوش داشته باشه، ما را دوست داشته باشه. اگر ما به لایک و به تشویق مردم ضرورت داشته باشم، پس دیگر رای تشویقی که به خاطر دنیا باشه زیاد است. را امی هنرمندا که میاین، امی رقاصا ها که میاین، اینا فقط چند روزه به خاطر دنیا میاین. میلیارد ها لایک که یک هنرمند میگیره به او چی نفع میرسانه؟ یا اگر میلیون ها نفر مرا دست لایک کنه، بر ما چی کدام ضرر نمیرسانه؟ بر ما چیزی که مهم است یک لایک باشه از طرف الله سبحانه و تعالی باشه، یک نفر بشنوه، با اخلاص بشنوه، یک نفر امرای ما باشه به خاطر الله باشه. چه کنیم که میلیون ها نفر امرای ما باشه به خاطر شیطان باشه؟ چرا که او به ما هیچ کدام نفع نداره، بلکه به ضرر ما هم است. و با ما کس خوشی الله سبحانه و تعالی مهم است، جنت و دوزخ هم کس الله سبحانه و تعالی داره. شما انسان ها کستین، نه جنت دارین، نه دوزخ دارین، نه مالک خیر شر هستین. بنابراین باید مانع دعوت یک خواهر یا برادر مسلمان تا نشوین. اگر خودتان در توانتان است، میتونین قد علم کنین، بخیزین دعوت کنین. اگر نمیتوانین، ضرورت ندارین بیاین یک خواهر تا نبگوین تو به این شکل معلوم شی، به این شکل ظاهر شو یا به این شکل ظاهر نشو، این مربوط خودت نمیشه و ما از خودم پرسان نکردیم و ضرورتم ندارم که نظر خودت در این مورد داشته باشم. اجاب فرض الهی است، من که اجاب میکنم به خاطر الله میکنم. وقتی که یک زن اجاب نکنه، بدون اجاب بیای، خصوصا همین دعوتگرا اگر باشن، بدون نقاب بیاین ظاهر شون. میدانین که اسلام ستیزا چقدر در شبکه های اجتماعی فعالیت دارن، به خاطر بدنامی اسلام کار میکنن. چند وقت پیش بالای بعضی علما تهمتای شد. بنان ما نمیخوایم که بدون نقاب بیایم و همچنان تهمتای اسلام ستیزان که اونا در کمین هستن، او تهمتا رو هم بالای خود و بالای دیگه دعوتگرا تحمیل کنن. ما باید وظیفه ایمانی، وظیفه وجدانی، آن چیزی که از دین اسلام آموختیم، اونمو را بر طریق کمیشه باید برسانیم. وقتی که الله سبحانه و تعالی اینمی شبکه های اجتماعی را در خدمت ما قرار داده، ما باید از استفاده کنیم. این اینترنتی که ما مصرف میکنیم از همه ازیا ذره ذره پرسان میشه. بنان ما باید از استفاده نیک بکنیم، نه استفاده بد، نه استفاده که به ما گناه جاریه شوه. بایدی به ما صدقه جاریه باشه که ما از هر روپیه که مصرف میکنیم یک خدمتی به دین کرده باشیم. امروز باید هر کس به یک نحو جهاد کنه، کس توسط قلم خود، توسط پول خود، کس توسط زبان خود. حال اینمی شبکه ها که در خدمت ماست، ما میخواییم امی وظیفه ایمانی خود را انجام بدیم و همچنان پیش الله کلگی ما مسئول هستیم. تک تک ما پیش الله مسئول هستیم. وقتی که ما ببینیم یک خواهر ما در گمراهی است، یک برادر ما در گمراهی است، ما وظیفه ما است که باید را رهنمایی کنم. هدایت کردن نمیتوانم، پیامبرم هدایت کردن نمیتوانست،
هدایت داده است الله سبحانه و تعالی است. اما وظیفه ما چیست؟ وظیفه همی است که ما برسانیم. چی را برسانیم؟ چیزی که از دین الله سبحانه و تعالی می دانیم، چیزی که خواندیم، چیزی که در مورد دین خود معلومات داریم، این امی را ما باید نظر به توان خود به هر کس برسانیم. و ما باید در این شبکه های اجتماعی هم حضور پرنگ داشته باشیم. اگر ما در این شبکه های اجتماعی حضور نداشته باشیم، جای ما را سیکولر ها میگیره، بیدین ها میگیره، اسلام ستیز ها میگیره. اگر این میدان ما خالی رها کنیم، توسط ملحدان اشغال میشود. اگر ما سنگر را واگذاریم، فساد پیشگان جا میگیرند. اگر خوب نگوییم، بد گسترش پیدا میکند. اگر از الله نگوییم، از شیطان میگویند. اگر از پیامبر حرف نزنیم، از لینین و مارکس و شیطان پرستان حرف میزنند. اگر به حق نخواهیم، به طرف باطل میخواهند. اگر از دین نگوییم، از لادینی صحبت میکنند. اگر قرآن نخوانیم، آهنگ میخوانند. بحث علم نگوییم، از رقاصه حکایت میکنند. خلاصه ای که اگر یک جایی از چیز تهی شد، بدانید که جای از او توسط یک چیز دیگه پر میشه. اگر خوب رفت، بد میآید. پس بناهن وظیفه ما من حیث مسلمان ای است که ما میدان را خالی رها نکنیم، چرا که جای ما را کسای پر خواهد کرد که دشمنان دین می باشند. بناهن خواهران برادران عزیز، شما تا حد توان نزد الله سبحانه و تعالی مسئول هستین، باید مسئولیت تان ادا بکنین. یک کلمه که از دین می فهمین، باید امو کلمه را برسانین. اگر چیزی از دست خودتان نمیاد، ویدیوهای علما را بگیرین، ویدیوهای دعوتگرا را بگیرین، در شبکه های اجتماعی نشر کنین. توسط یک ویدیو یک خواهر برادر تو وقتی که هدایت میشه، پس بنان تو چقدر اجر ثواب نزد الله سبحانه و تعالی میگیری. و اگر تو خودت نمیخوای نمی کار انجام بدی، خودت دور میگیری، میگی من نمیخوایم دعوت کنم، نمیخوایم کس بگویم، هر کس دلش بران، این مشکل خالت است. در مقابل دیگه خواهرها و برادرات که دعوت میکنن، قرار نگی، کوشش نکن از القاب استفاده کنی که خواهر و برادر تا جگرخون بسازی و بگویی که مردم تو را خوش نمیداشته باشه، مردم قسم قسم. و کسایی که در راه دین الله سبحانه و تعالی خدمت میکنن، حرف مردم برشان اصلا ارزش نمیداشته باشه. اگر حرف مردم بر ما ارزش میداشت، ما در این را قدم نمیگذاشتیم. ما که قدم گذاشتیم، به خاطر الله سبحانه و تعالی گذاشتیم و اجر زیر ما از الله سبحانه و تعالی میخواییم و ما میخواییم به خاطر الله سبحانه و تعالی پیش بریم تا پروردگار جنت نصیب ما کنه، دیدار خودش نصیب کنه. ما نمیگیم ما انسانهای بهترین هستیم، چون گفته بودن که شما فکر میکنید که انسانهای بهترین هستیم. نزد پروردگار بهترین کسی است که تقوای بیشتر داشته باشه. انسانهای با تقوا در دنیا زیاد هستن و ما همچنان کوشش میکنیم در راه راست باشیم، در راه کسایی باشیم هدایت یافتگان هستن و دین الله سبحانه و تعالی را تا حد توان خود که ما در مورد دین خواندیم و می خواهیم بیاموزیم، بیشتر بشن و خواهران برادران مسلمان خود برسانیم. بنان هیچ وقت دهی را کوشش نکنین مانع دعوت یا خواهر و برادر مسلمان تان شوین. اگر چشمتان دیده نمیتوانه، خوش نیستین، میتونین ترک کنین، چیزی که علاقه مندی داشته باشین به اون طرف خودتان برین. اگر نی علاقه تان به طرف دین است، میخواین از دین بیاموزین، پس بنان ضرورت نداری که بیایی خواهر تا بگی که تو با نقاب بیا، بی نقاب بیا، یا ایتو که یا اوتو که، یا مردم خوش نمیشه، یا مردم تو را لایک نمیکنه. ما به خاطر لایک و سبسکرایب و مردم نامدیم و ضرورت هم نداریم. کل دنیا ما را دوست داشته باشه، خداوند دوست نداشته باشه، بر ما هیچ کدام فایده نداره. و ما همه خواهرها برادرهایی که در چینل ما هستن، همیشه به خاطر الله سبحانه و تعالی میاین ویدیوها را میبینن، نظریات خود هم می‌نویسن. از همیشون جهان سپاس، خداوند پاک اجر شده دنیا آخرت نصیبشان کنه. و همه خواهرهای که همراه ما ارتباط دارن، یا هیچ کدام ما ارتباطات ما به خاطر مادیات، به خاطر دنیا نیست، همه ما ارتباطات ما که به خاطر الله سبحانه و تعالی است. و اونا هم همیشه میگن که خواهر ما را به خاطر الله سبحانه و تعالی دوست داریم، که نمی به ما جای افتخار است که ما به خاطر